درود بیکران پاینده ایران خیلی ممنون که امروز با ما همراه هستید یه اتفاقاتی در آمریکا افتاد یعنی در آمریکای لاتین و آمریکا افتاد که یک سری بحثه جدی رو پیش آورده که آیا آمریکا دیگه حیات خلوت خودش رو در آمریکای لاتین از دست داده یا نه یعنی در حقیقت آمریکای لاتین آیا دیگه حیات خلوت آمریکا محسوب نمیشه یا نه و نقش ایران کجاست که توی نقشه میبینی نقش ایران با آمریکای لاتین چیه و از این طرف نقش چین چین حالا از این ور نقشه بخوایم کره زمین ببینیم چین از این طرف به آمریکای لاتین نزدیک داره به حال داستان چیه و این قاره آمریکای لاتین اتفاقات چه اتفاقاتی داره میفته راستش دو هفته گذشته آمریکا در کالیفرنیا جلسه ای داشت در ارتباط با یعنی رهبران آمریکای لاتین رو جمع کرده بودن که در مورد آمریکا کلا قاره آمریکا بشینن صحبت کنن بعد همه رهبران آمریکای لاتین دعوت شده بودن الا سه کشور میدونم که سه کشور مشخصا کوبا ونزوئلا و نیکاراگوئه به ذهن خیلیاتون میرسه این سه تا کشور دعوت نکردن که باعث شد که رهبر یا رئیس جمهور در حقیقت مکزیک بسیار ناراحت بشه و آقای مانوئل لوپز رئیس جمهور مکزیک قهر کرد و ورود به نیومدش تا کالیفرنیا و جلسه سران آمریکا رو شرکت نکرد و اعتراضات بسیار شدت گرفت در محافل حتی کسانی هم که حضور داشتم اعتراضاتی بود حتی دیدم که رئیس جمهور برزیل هم یه اعتراضات کوچیکی کرد رسانه ها خیلی سر صدا کردن اما ماهیت اون جلسه در حقیقت یک ماهیت ضد چینی بود دارن تلاش میکنه آمریکا که بتونن جلوی نفوذ اقتصادی و سیاسی چین رو در آمریکای لاتین بگیرن چون چین خیلی با هوشمندی بعد از آفریقا داره به قاره آمریکای در حقیقت جنوبی آمریکای لاتین داره سرمایه گذاری میکنه جلسه تقریبا میتونم بگم اول ماهیت ضد چینی در مرحله بعد ماهیت ضد روسی و ایرانی داشت حتی چون برخی از کشورهای آمریکای لاتین دارن به سمت انرژی ایران متمایل میشن بحثی که الان مطرح شده اینه که ترفند تشکیل محافل و ترد مخالفان به بهانه دموکراسی خواهی در آمریکاست یعنی آمریکا میاد میگه آقا تشکیل محافلی بدین مخالفین خودش هم راه نمیده و این جلسه و تشکیل محافل هم ذیل بحث دموکراسی میاره یعنی دموکراسی ترفندی شده برای مثلا میگه آقا اینا مثلا کشورهای دیکتاتوریه در این جلسه دموکراسی خواهی نمیتونن حضور پیدا کنن این خودش که ترفند شده به اسم دموکراسی من مردم رو جمع کنم مخالفین خودم رو را ندم آقا ونزوئلا و کوبا و کاستاریکا در چارچوب دموکراسی اینا دیکتاتور محسوب میشن برای آمریکا ولی اون عربستان سعودی که گردن یک خبرنگار میزنه رو هر سال داره چند سر اعدام انجام میده گردن میزنه به صلیب میکشه همین اواخه کلی شیعیان عربستان گردن زن اون همه جنایت در یمن میکنه اینا این منتها چون با آمریکا دوسته در چارچوب دموکراسی میتونه حضور داشته باشه پس اینجا دموکراسی یعنی چی دموکراسی یک ترفندی میشه برای آمریکا هر جا اگه متحدش باشه دموکراسی رو نادیده میگیره اگه متحدش نباشه به بهانه دموکراسی اینا رو در تشکیل محافلی که انجام میده حذفشون میکنه این باعث شده سر صدا به وجود بیاد اینقدر صدا زیاد شده اساس رسانه های آمریکای لاتین اومدن گفتن آقا جان از زمانی که آمریکا با دکترین مونرو در قرن 18 هم یعنی 1823 اومد در دکترین مونرو گفت آقا آمریکای لاتین واسمن حیات خلوت منه هر کشور دیگه از اروپا یا هر جای دنیا بخواد دسترسی به آمریکای لاتین کنه با آمریکا طرفه سر همینم هم با انگلیس هم جنگید آمریکا دیگه انگلیسی یکی دوبار بار اومدن جنگ شد بین آمریکا با فرانسه هم جنگید با فرانسه و انگلیس جنگید چون در دکترین مونرو مونرا یکی از رئیس جمهورهای آمریکا بود در سال 1823 آمریکای لاتین گفت آقا واسماس حیات خلوت ماست حالا کشورهای آمریکای لاتین میگن آقا این نمیشه که آمریکا از زمان این دکترین مونرو اومده ورود کرده به آمریکای لاتین و ما گرفتار مداخله نظامی آمریکا شدیم یعنی هر وقت خواسته رهبرانی که خودش خواسته گذاشته دستکاری سیاسی کرده بعد به همین بهانه دستکاری سیاسی تحریم های زیادی انجام داده تحریم های بی رویه و بدون واقعا منطقی رو علیه من آمریکای لاتین تنظیم کرده و باعث تورم شدید در آمریکای لاتین شده و این نتیجهش فقر گسترده در آمریکای لاتینه یعنی در کنار کوبا و کاستاریکا و ونزوئلا صدای کشورهای دیگه حالا شاید دولت مردانشون نه مدیای کشورهای دیگه از جمله آرژانتین، شیلی در اومده پاراگوئه، اوروگوئه اینا همه صداشون در اومده پاناما صداش در اومده آقا این چه وضعیتیه که تو در آمریکا در قاره آمریکا داری پیاده میکنی و آمریکای لاتین رو هی تحریم میکنی باعث تورم میشی و دستکاری سیاسی میکنی که نتیجهش و خروجی شده فقری که امروز ما در آمریکای لاتین شاهد هستیم این واقعیت مسئله اینه که اما آمریکا داره قواعد بازی رو میبازه در آمریکای لاتین چرا براتون میگم بذارید عکس دیگه آره. خوبه این هم عکس قواعد داریم می‌بازه. به خاطر اینکه بعد از ونزوئلا و کوبا و کاستاریکا لحظه به لحظه جریانات چپگرا چون میرین آمریکای لاتین خاصگاه چپگرایی است جریانات چپگرا حالا صرفا این چپگرا چون میرین در نگاه کمونیست یک شاخصش مثلا این بود که خدا وجود نداره و مثلا ضد مذهب ولی در چپگرایی این نوین این شاخصه بعضا کمرنگه شما میبینید مادرو میاد در ایران میره بخش های مذهبی ما دست به زریخ میزنه یعنی چپگرایی رو در چارچوب سیاسی دیگه میان صحبت میکنن و در چارچوب واقعا ایدئولوژیکی و بحث خداشناسی اون بحث این که ضد خدا هستیم و خیلی از کشورهای چپگرا دارن یا خیلی افراد کشور که درست نیست خیلی از افراد چپگرا دارن حذفش میکنن یعنی تو امروز میتونی یک مثلا متعصب مذهبی به مسیحیت اسلام یا هر دین دیگه ای باشی چپگرام باشی. جریان چپگرا ماهیتی کاملا ضد آمریکایی دارن و این اون ماهیت ضد خداییشون کمرنگ شده بعضیاشون اصلا بعضا با خدام شدن و ولی ماهیت ضد آمریکایی خودشون حفظ کردن لحظه به لحظه جریان چپگرا در آمریکای لاتین دارن قدرت میگیرن و این خیلی قضیه در شیلی الان اومده یکی از رهبرهای چپگرا داره میاد بالا اصلا باونت چیلی همیشه حیات خلوت شدید آمریکا بوده هر لحظه جریان چپگرا دارن حتی بولوی که چگوارا رو به قطر رسون میگه بو... آقای چگوارا در بولوی بالاخره تو عملیات بولوی کشته شد حتی بولوییان هم نگاه های چپگرایانشون و ضد آمریکاییاشون داره تقویت میشه آمریکای لاتین یک انبار باروتی شده از جریان چپگرای و با ماهیت ضد آمریکایی که لحظه به لحظه دارن گسترش پیدا میکنن و جالب بتون بگم این انبار بارود و ضدیت با آمریکا تصریح پیدا کرد با توجه به تحریم های گسترده آمریکا علیه روسیه خیلی جالبتره بدونید بخش قابل توجهی از آمریکای لاتین طرفدار روسیه است به هر دلیلیا کاری به دلایلش نداریم الان بله خب برخواه خواستگاه جریان چپ مارکسیستی از شوروی بوده ولی خب پوتین که امروز اگه بخوایم مثلا بررسی کنیم نزدیک به شوروی مارکسیستی یا نزدیک به روسهای تزاریه نزدیک به روسهای تزاریه اصلا نگاه چپ گرایانه نداره پوتین پوتین یک دنیای جداست و یک دولت جداست از جریان مارکسیستی و روسیه تزاری ولی باز اگر بخوایم مثلا بگیم به کدوم نزدیک به روسیه تزاری نزدیکتره ولی آمریکای لاتین جالبه بهتون بگم بابت تحریم های بیروی علی روسیه زدیتش با آمریکا بیشتر شده و این نگاه ضد آمریکایی تصریح پیدا کرده چون اخبار یه مستقل مستقلتر هم تو آمریکای لاتین دنبال میکنن و البته یکی از دلایل مثلا اتهامات گسترده آمریکا علیه روسیه سر جنگ اوکراین به مزاق بخش قابل توجهی از سیاستمداران و مردم آمریکای لاتین خوش نیومده مثلا یه چیز عجیبی شده تو آمریکای لاتین به هر روی ایرانم با هوشمندی داره خودش البته به ونزوئلا و کاستاریکا نزدیکتر میکنه ولی ایران هم باید با هوشمندی بیشتر در یابد کشورهای دیگه ای آمریکای لاتین و ارتباط نزدیکتری با جریانات چپگرای ضد آمریکاییشون بگیره به نظر من الان باید در تیم رئیسی افراد متخصص آماده کنن در قالب هیئت بلندشم بیان در آمریکای لاتین ببین شما تو همون آرژانتینی که الان یه هواپیما رو گرفتن که مال ونزوئلا یعنی این ماهان ایر ما فروخته بودش به ونزوئلا ولی دو سه تا خلبان ایرانی داشته توش الان اونجا گیر کردن داستان ها زیاده در همون آرژانتین الان نگاه های ضد آمریکایی هم وجود داره ما بایستی با اونا ارتباط بگیریم نگاه های چپگر ما باید نفوذ کنیم الان چین داره نفوذ گسترده ای در چارچوب اقتصادی و پروژه ها میکنه باید ببینیم چه پروژه هایی رو میتونیم انجام بدیم فعلا دستمون سر انرژی بازه در چارچوب انرژی باید بریم ارتباط بگیریم الان شما نگاه کنید ما الان فقط نفت صادر نمی کنیم ما الان نفکش صادر می دو تا نفکش برای ونزوئلا ساختیم بریم صحبت کنیم آقا ما توانایی نفکش داریم توانایی کشتی های تجاری داریم درست کنیم بایستی بریم پروژه ها رو بگیریم لحظه به لحظه بعد ژاپنمون در آمریکای لاتین قوی بشه در چارچوب اقتصادی نه حالا اصلا به خاطر دشمنی با آمریکا به نفع ما وقتی که یک دشمنی همچون آمریکا داریم نزدیکش پایگاه جدی داشته باشیم یکی نه دوتا نه تا نه هر چقدر بیشتر یکی کم دو تا قم سه تا که بشه خاطر جمع ولی بالای سه تا بشه چرا فقط خاطر جمع بشه بالای سه تا بشه که دیگه قشنگ خیال همه راحت تر بشه و الان فضا فضاییه که میتونیم اونجا حضور پیدا کنیم چینم با هوشمندی فعالیت گسترده ای رو در آمریکای لاتین انجام داده روسیه یه مقدار دستش الان کوتاه شده به خاطر فشارهای اقتصادی که روش اومد بابت جنگ اوکراین برای همین یه خورده نگاهش الان منحرف شده از آمریکای لاتین ما میتونیم نگاه منحرف روسیه رو اینجا استفاده کنیم و ما بریم جای پای روسیه که حضور خوبی هم داشته در آمریکای لاتین بریم اونجا حضور جدی تر داشته باشیم و بسنده به کاستاریکا و ونزوئلا نکنیم هرچه بیشتر بهتر دمتون خواستم این صحبت رو داشته باشیم یه کلیتی از آمریکای لاتین رو بهتون داشته باشم که الان چه اتفاقاتی افتاده بنابراین برخلاف دکترین مونرو در 1823 آمریکای لاتین دیگه حیات خلوت آمریکا به زودی حساب نمیشه همین که امروز ایران میتونه در دریای کارایی این گونه بره بیاد و آمریکا هیچ کاری نتونه بکنه اینها نشان دهنده اینه که دوران در حقیقت یک تازی آمریکا در امریکا آمریکای لاتین به پایان رسیده و دور دور چین و ما بایستی هوشمند باشیم دور دور ایران و روسیه باشه البته روسیه و چین برای من مهم نیستن ولی متحد ما مهم ایرانه باید دور دور ایران باشه چین و روسیه همه اینا زیر مجموعه ایران باید باشن یادتون باشه ما آدم روسیه و چین نیستیم اونها هستن که بایستی زیل ما قرار بگیرن یا در بهترین حالت یک رابطه متقابل باشه اگر رابطه متقابل نیست چین و روسیه باید فرمانبر فرمانهای کاخ مرمر ایران یعنی شاهنشاه منطقه ایزت نشان ای باشن پاینده ایران همتون به اهور ایران چون تو این فضا هم حواستون باشه برخی از این برای بوم میفتن یه رفعه میبینی که خود چینی ها و روسا نگرانی بیشتری برای منافع اینا پیدا میکنن ما فقط نگران منافع ملی ایرانیم چین و روسیه اینا همه زیل ایران باید تعریف بشن اصل و منطق ما ایران شهری ایرانه فرمان روایی ایرانه منافع ملی ایرانه تمام پاینده ایران و بدرود